ذخیره ویدیو یا به اصطلاح رندر ویدیو در پریمیر. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. امروز تو این جلسه یاد میگیری که ویدیوهاتو با بهترین کیفیت و حداقل در واقع حجم رندر بگیری یا اکسپورت بگیری یا خروجی بگیری یا ذخیره کنی بدون اینکه در واقع بخوای راه زیادی رو بری. خب فرض کن این ویدیوی منه که چند ثانیه است؟ 4 ثانیه است؟ 5 ثانیه است؟ میخوام از این رندر بگیرم. خیلی ساده. میرم از بخش منوی فایل، اکسپورت، میدیا یا کنترل ام. اگر مکینتاش داری کامند ام. کنترل ام بزنی این صفحه میاد و حالا این صفحه یه سری چیزهای خاص داره. که مثلا فرمت پریست، فرمت که بذار همون H264 بمونه یه چیز خوبه. بلوری هم که اگر بلوری هست اون فیلمت میتونی به هر حال بگیری، ولی معمولا 264 من میذارم. پریست اون چیزاییه که از پیش تعیین شده. مثلا نگاه کن، من معمولا ویدیو از یوتیوب میسازم، میزنم همون یوتیوب 10 شد پی فول اچ دی، چون دوربین من در واقع فول اچ دی میگیره، فول اچ دی میزنم. اگر در واقع 2K میگرف یا 4K میگرف آلترا HD میذاشتمش. ولی اگر نه، یه چه میدونم، میخوایی تنظیمات خاصی داشته باشی، مچ سورس رو بزن های بیت رید، یا اصلا بیا چه میدونم کاستم بذار. البته اینا خودش کاستمش میشه کرد و بیا اینها رو عوض کن. حالا چیا داریم؟ سایز داریم. تیکشو که برداری میتونی سایز رو مشخص کنی. اینو مثلا من میزنم 1280 1280 در 720 میشه. البته من باید این گزینه رو بزنم، اولینو بکنم 1920 دوباره این لینک رو باید بزنم. حالا اگر اینو بزنم 1280، این نسبت به اون 1280 کوچیک میشه، ولی اگر لینک رو بردارم دیگه اینها رو جدا جدا میتونم تغییر بدم. این تیک رو میزنم که اینو اصلا غیر فعال بشه و دیگه دست نزنم. در واقع فریم ریت، خب اگر مثلا من الان ویدیو هم 60 فریمه، میتونم تیکه اینو بردارم، اینو مثلا بکنمش همون 60 فریم یا 30 فریم یا حتی 25 یا 24 فریم. ولی چون این عکس من خودش قابلیت پریمیر اینو در واقع توی سکانس 29 فریم یا همون 30 فریم ساخته، من دست نمیزنم. به صورت پیش‌فرض تنظیمات سکانس رو میاره اینجا. فیلد اوردر هیچی، اسپکت همون سکوئر پیکسل بذار باشه. اگر رندرت ماکسیمم دپت رو بزنی با تمام نور و رنگی که اون ویدیو داره رو همه اونا رو خروجی میگیره، که زیاد نیازم نیست. بستگی داره ویدیو تو کجا میذاری. مثلا توی اینستاگرام بذاری خب زیاد به چشم نمیاد، یا توی یوتیوب بذاری زیاد به چشم نمیاد، مگر اینکه بخوای توی نمایش خانگی اونها رو پخش کنی. و یه سری قابلیت باحالتر که تارگت بیت ریت. اول از همه اگر اینو بذاری روی وی بی آر تو، میبینی که دوتا شد، یه دونه تارگت بیت ریت، یه دونه ماکسیمم بیت ریت، که من همون میذارم روی وی بی آر 1 و در واقع تارگت بیت ریت رو میذارم روی 10 یا حتی کمتر، در حد 5 4 3. من یه لینک میذارم سمت راست بالای ویدیو کامل، اونجا این تنظیمات رو توضیح دادم، اگر دوست داشتی ببین. و همین، میتونی یوز ماکسیمم رندر کوالیتی رو بزنی و نهایتاً چیکار کنی؟ اکسپورت بگیری. اکسپورت که بگیری میتونی از اینجا آدرس هم مشخص کنی، آوتپوت نیم یک کلیک روش کنی توی دسکتاپ با چه نامی. و اینکه در واقع اکسپورت ویدیو، یعنی تصویرمو اکسپورت کنه یا صدامو، من میگم جفتشو. و اگر این کیو رو بزنی میره توی ادوبی میدیا انکودر. نگاه کن نوشته اد تو ادوبی میدیا انکودر، واسه میشه بعدو ببین میدیا انکودر، میتونی از اونجا رندر بگیری. به همین سادگی این جلسه، در واقع این مینی دوره پریمیر هم به پایان رسید. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو نشستی. من حمید سهرابی ام. و اینکه اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک این ویدیو رو بزن. و مینی دوره پریمیر هم به پایان رسید. و اینکه در واقع مینی دوره پریمیر صرف این بود که آشنا بشی با پریمیر و الباقی پروژه ها رو تو کانال میذارم، مثلا چه میدونم ساخت موزیک ویدیو و از این دست در واقع مباحث که توی پلیلیست پریمیر پرو همش هست. امیدوارم که لذت برده باشی و ارادت.